خب سوال شده که چرا شما گفتید که ما توسعه نیافته ایم چون جامعه بی کودکی هستیم؟ خیلی سوال خوبیه، من دوست دارم یک کمی راجع به این توضیح بدم. ببینید ما 100 ساله که جامعهمون وارد جامعه مدرن شده، یعنی وارد دنیای مدرن شده، 110 ساله. دقیقاً هم 110 ساله که ما نفت رو کشف کردیم و از منابع طبیعیمون شروع کردیم برداشت بی‌رویه بکنیم. در این 100 سال 5 برنامه توسعه هم از البته 70 سال اخیر در قبل از انقلاب و بعد از انقلاب جمعاً 10 برنامه اجرا کردیم. منابعمون رو مصرف کردیم، تخلیه کردیم و تقریباً الان همه منابع طبیعیمون بحرانی است. نفت، گاز، آب، جنگل، بسیارش رو از دست دادیم. حالا که نگاه میکنیم میبینیم خب ما که توسعه نیافتیم هنوز که. سوال اینه که چرا؟ چرا ما همچنان جزء کشورهای توسعه نیافتیم؟ خیلی وقتا فکر کردیم که اگه صنعت بیاریم، راه بسازیم، سیمان بسازیم، سد بسازیم، ما توسعه پیدا میکنیم. تمام این منابع رو خرج کردیم، نشد. بعد گفتیم میریم دانشگاه بسازیم. دانشگاه هامون رو تا کورده ها هم بردیم، نشد. ما الان یکی از بالاترین نرخ‌های آموزش دختران رو در دنیا داریم، آموزش عالی دختران رو، ولی تغییری نکرد. سوال اینه مسئله کجاست؟ گیر ما کجاست؟ بیماری ما کجا بوده؟ پاسخ من اینه، ما در این 100 سال خیلی توی صنعت و کشاورزی و آموزش عالی و غیره سرمایه گذاری کردیم، خیلی فناوری‌های جدید آوردیم، ولی کاری که نکردیم اینه که ما انسان توانمند پرورش ندادیم. یک جامعه ناتوان، مدیران ناتوان، صنعتگران ناتوان، سیاستمداران ناتوان، بخش خصوصی ناتوان. ناتوان از چی؟ از اینکه بتوانیم با همدیگه همکاری کنیم، گفتگو کنیم، تعامل کنیم، مشارکت کنیم، حزب راه بیاندازیم و غیره و غیره، تا یک جامعه پویا رو طراحی و رشد بدیم. نتونستیم. چرا نتونستیم؟ پاسخ من برمیگرده به دوران کودکی. عرض من اینه که تمام آدمایی که حالا جامعه رو دارن مدیریت میکنن در بخش خصوصی و دولتی، کودکان دیروزی هستند که بی توجه به اونها ما جامعه رو به پیش بردیم، رهاشون کردیم و فراتر از رها آسیب زدیم، تخریب کردیم. بنابراین آدمایی هستن که اومدن حالا بزرگ شدن، مدیر شدن، سیاستمدار شدن، صنعتگر شدن، ولی در کودکی خودشون موندند. این که تا تصادف میکنه میاد پایین دعوا میکنه، این هنوز حالا هوای کودکی، این هنوز بالغ نشده. این تو کودکی باید یه حسی، یه توانمندی بهش داده میشد که داده نشده، حالا دعوا میکنه. این که تا از چیزی نگران میشه، پرخاشگری میکنه، فحاشی میکنه، این اون توانایی رو در کودکی بهش نداده. پس پاسخ من اینه که مسئله برمیگرده به نظام آموزش. وقتی میگم آموزش، منظور آموزش ابتدایی است، آموزش عمومی است، آموزش کودکی است. بقیه رو میگیم نظام آموزش عالی. از نظر من حتی دبیرستان به بعد هم آموزش عالیه. در واقع مسئله اینه که ما در کودکی شامل خانواده و دبستان باید زندگی کردن رو بیاموزیم. در متوسطه، یعنی در دوران دبیرستان، ما باید اندیشیدن رو بیاموزیم به بچه هامون. در آموزش عالی دانشمند شدن رو، علم رو، تولید علم رو، تولید فناوری رو، تولید صنعت رو بیاموزیم. ما اومدیم چه کار کردیم؟ زندگی کردن رو در دبستان و خانواده از بچه گرفتیم، اندیشیدن رو در دبیرستان حذف کردیم و در هر سه این دوره ها آموزش دانشمند شدن داریم میدیم. از همون سال اول بچه ها میخواییم دانشمند بشن و بنابراین اصلا یادشون میره که اینو باید زندگی کنن. مهارت زیستن که یه آدم معمولی باشه، بتونه از زندگی لذت ببره، نگاهش معمولی باشه، اینو رو گرفتیم از بچه هامون. بچه های ما کودکانی هستن که زندگی نمی کنن. کودکی رو از اونها گرفتیم. بنابراین مسئله اصلی ما اینه. نظام آموزشی طراحی کردیم که البته شاید سال 1313 که وزارت معارف تأسیس شد کار خوبی بود. ما
نظام سنتی رو به نظام جدید تبدیل کردیم. اما در این 70 سال تکنولوژی و روش آموزش ما تغییری نکرده. 70 سال دنیا عوض شده، ما هنوز به روش 70 سال پیش داریم مشق میگوییم، املا میگوییم، آزمون میگیریم، رقابت برقرار میکنیم و یادمون رفته که اصلی ترین سرمایه هایی که داریم این کودکانه. روانشناسان معتقدند که 70 تا 80% توانمندی آدم ها در دوره بزرگسالی در زیر 10 سالگی شکل میگیره و از این 80% بخش اعظمش 3 سالگی، شاید 60-70% و از این 60-70% بخش اعظمش در 1 سالگی. یعنی میگن در طول 1 سالگی انفجار کیهانی در مغز کودک رخ میده. اقداماتی که خانواده باید بکنن تا این انفجار رو تثبیت بکنن و قدرت به بچه بدن. خانواده کاری نمیکنه، بعد این بچه میاد مدرسه، تخریب ها شروع میشه و ما 12 سال سم استرس تزریق میکنیم در وجود بچه، 12 سال، و از درون به لحاظ عصبی پریشانش میکنیم، عرض کنم که ضعیفش میکنیم، بعد این تا بزرگ میشه تصادف میکنه، پرخاشگره، توی شغلش نمیتونه همکاری بکنه، صبر نداره، توان گفتگو نداره، مشارکت شراکت نمیتونه بکنه. ما در ایران بنگاه های بزرگ یا بنگاه هایی که 100 سال 50 سال چند تا شریک با هم کار بکنن نداریم و بنگاه ها خانوادگی تک نفره، 2 نفره. این توانمندی ها رو باید در کودکی، در مدرسه، در خانواده میآموختیم، ولی همه اونها رو حذف کردیم، بازی رو، شادی رو، که اصلی ترین سرمایه گذاری برای کودک ایجاد شادی است از طریق بازی و فضای مفرح گرفتیم و بنابراین انسان‌های اعصاب خرد، کم ظرفیت، ناصبور، ناتوان در گفتگو، ریسک ناپذیر و ویژگی‌های دیگر. علت این که ما نمیتونیم رقابت جهانی بکنیم برای اینکه کارآفرین نداریم. چرا کارآفرین نداریم؟ چون بچه‌هامون در کودکی خلاقیت و ریسک کردن رو نیاموختن. هی گفتیم بشین دست نزن، فقط بخون، امتحان بده. در واقع من جنبندیم اینه، پاسخم اینه که خانواده و مدرسه به مسیر غلطی رفتن. ما آدم‌های ناتوانی تولید کردیم که هم در تولید و صنعت ناتوانند و هم در زندگی شخصی و اجتماعیشون ناتوانند. خب اینا نمیتونن توسعه ایجاد بکنن. در واقع ما بچه‌ها رو آوردیم در یک نظام آموزشی 10 ویژگی آسیبناک این نظام داره و داریم دائما این 10 تا رو با این ویژگی‌ها، نظام آموزشی رو با این 10 ویژگی پیش می‌بریم. تا این 10 ویژگی رو ما تغییر ندیم، آدمای ناتوان تولید میشن. فرقی نمی‌کنه آدم ناتوان صنعتگر باشه، راننده باشه، نماینده باشه، وزیر باشه، ناتوانه. ما تقریبا در همه سطوح کشورمون آدم‌ها ناتوانند. سیاستمدارامون می‌بینید که ناتوانند از گفتگوی مؤثر راجع به مسائل کشور. صنعتگرامون ناتوانند از اینکه برن تو بازارهای جهانی بازار کشف بکنن، خلق فرصت بکنن. این 10 ویژگی نظام آموزشی 10 ویژگی مخربی بوده که بچه‌های ما رو نابود کرده. ویژگی اول این که آموزش پرورش ما بر مشق شب و املا بنا شده. مشق شب و املا یعنی 12 سال بچه، 7 سال بچه با کابوس مشق شب بخوابد، با استرس املا بلند بشه. ببینید شما یه بچه رو 12 سال با استرس بخوابونید، با استرس بلند بشه، این چی ازش به لحاظ روانی میمونه؟ گسیختگی روانی برای شهر میگوشه. بعد این بزرگ که میشه نمیتونه ملمانه یه انسان عادی رفتار کنه، زندگی کنه. مسئله دوم، نظام نمره دهی به جای نظام توصیفی، که البته خوشبختانه این یه قلم رو در سالهای اخیر اصلاح کردن و نظام نمره دهی در آموزش ابتدایی حذف شد. مسئله سوم، جداسازی. من در مورد ابتدایی حتی جداسازی دختر و پسر رو هم آسیبناک میدونم. علاوه بر اون جداسازی تیزهوش از غیر تیزهوش، حالا دیگه حتی معلولای جسمی رو هم در دنیا میگن بیارید کنار بقیه، که هم بقیه زندگی عادی رو یاد بگیرن، هم معلول زندگی عادی داشته باشه. دیگه اون که تیزهوش یا کمهوش، اگه جداش کنید به هر 3 ضربه زدید، هم به تیزهوش، هم به کمهوش و هم به هوش معمولی.
بنابراین جداسازی و غربالگری کیسروشان یکی از آسیب هاست. من یه بحثی دارم تحت عنوان تخریب نخبگی در ایران که اینو باز کردم که چگونه ما نخبگانمون رو تخریب میکنیم. مسئله بعدی صبح زود رفتن به مدرسه است. بچه رو چون ما میخوایم بریم سر کار صبح زود هم ببریم مدرسه و در اوج شیرینی خواب ما بچه ها رو با فشار میبریم مدرسه. این مسئله ایست که هیچ وقت حل نشده، هنوزم ادامه داره. ما بچه ها رو با ریتم زندگی بزرگ سالا داریم تنظیم میکنیم زندگیشون رو. مسئله پنجم تقابل ایدئولوژی نظام آموزشی با مادرانه. نظام آموزشی میخواهد ایدئولوژی به بچه های ما بیاموزد، بنابراین درس های زیادی که نیازی نیست رو تحمیل میکنه. مادر به آینده شغلی و درآمد بچهش میاندیشه، بنابراین هم مادر تحمیل میکنه یه سری درس های جدید، بعدا میبردش کلاس زبان، کلاس کامپیوتر، مدرسه هم کلاس های اضافی تحمیل میکنه. مسئله ششم فقدان بازی محوریه. در کودکی، در دبستان همه چیز باید بازی محور باشه. ریاضی بازی محور، علوم بازی محور، همه چیز بازی محور. اصولا اصل باید بر بازی باشه. مسئله هفتم عدم توجه به مهارت‌های ارتباطی و زندگی. همه توجه به IQ، به هوش، به مهارت‌های شناختی، در حالی که اصل چیه؟ در دوران کودکی گفتیم بچه باید زندگی رو بیاموزد، بعد برود علم بیاموزد. دبستان مال آموزش زندگی است و مهارت‌های ارتباطی بچه‌ها میان بالاتر، با هم حرف نمیتونن بزنن، در یک جمعی نمیتونن صحبت بکنن، حقوق خودشون نمیتونن استیفا بکنن، ارتباط نمیتونن بگیرن. مسئله هشتم کتاب محور بودن، نه تجربه محور بودن. آموزش کودکی باید تجربه محور باشه. اگه میخوای بگی آب در 100 درجه به جوش میآید، باید ببریش کنار کتری، آب رو بذاری جوش بیاد، بذاری دماسنج رو ببینه، نه اینکه تو کتاب بخونه آب در 100 درجه به جوش میآید و فرمول های دیگر و دانش های دیگر. مسئله بعدی معلم محور بودن، نه دانش آموز محور. تو نظام آموزش کودکی باید دانش آموز محور باشه، نه معلم محور. معلم باید خودش رو بر اساس دانش آموز تنظیم بکنه. دانش آموزا متفاوتن، باید متفاوت رفتار بکنه، باید هر کدوم در سطح خودشون باش رفتار بکنه، در کشش اون رفتار بکنه. و مسئله دهم حافظ محور بودن به جای اندیشه محور بودن. یعنی عرض کنم که به جای اینکه ما به بچه ها فکر کردن رو بیاموزیم، حافظه هاشون رو پر میکنیم. و یکی از بیشترین آسیب ها اینه که کسی اطلاعات متفرقه غیر قابل استفاده در ذهنش جمع بکنه. میگیم اطلاعات زباله. اطلاعات زباله قدرت تحلیل رو از آدم میگیره. شما اگر به بچه توانایی اندیشه ندی و اطلاعات اضافی بدی، اون اطلاعات به صورت زباله جمع میشه تو ذهنش. توی این 10 تا مسئله اصلی من که آسیبناکتر از همه است به نظر من، یکی مسئله مشق شب و املاست که مشق شب ظاهرا حل شده ولی املا همچنان داره آسیب میزنه. به ویژه امروز که دنیای دیجیتال اومده، املا دیگه بلا موضوعه. بچه برای زندگی مجبور کلماتو یاد بگیره. بچه ها از 3 سالگی یاد میگیرن. و آسیب اصلی بعدی آزمون هاست. انواع آزمون هایی که در داخل مدارس، در مدارس خاص، برای ورود به مدارس خاص مثل تیزهوشان و نمونه مردمی و غیره گرفته میشه و کنکور. همه اینها آسیب میزنه. یعنی چه؟ یعنی شما میخواید یه تعدادی محدودی، شما 20,000 صندلی داری که رقابت باید بکنن. رشته های اول دانشگاه های مثلا تهران و شریف و غیره و غیره، رشته های اصلی جمعش 20,000 تا میشه. شما میخوای این 20,000 تا رو پر بکنی، 1,000,000 جوان باید به خودشون استرس بدن تا این 20,000 تا پر بشه، برای اینکه بقیه رشته ها صندلی مازاد داریم. 1,900,000 صندلی دانشگاهی داریم، 700,000 کنکوری داریم. پس صندلی مازاد داریم، نیاز به کنکور نداریم. چرا کنکور میگیریم؟ چون میخوام اون 20,000 تا رو دستچین کنیم، بعد به همه میگیم بیاد. بعد برای اینکه بیان همه آزمون کنکور، از سال اول مادر استرس داره. به معلم میگم چرا مشق شب میدی؟ میگه که اگه مشق شب ندم مادر اعتراض میکنه. چرا مادر اعتراض میکنه؟ چون نگرانه.
نگران اینه که بچهش باید کنکور قبول بشه، از همون سال اول نگرانه. بنابراین ما برای آزمون تیزهوشان، برای آزمون کنکور، برای آزمون‌های مختلف از همون روز اول مادر رو تحت فشار قرار میدیم. مادر هم مجبوره دیگه، نگران بچهشه. هیچ متغیری بیش از عاطفه توان نداره برای اینکه کنترل بکنه. عاطفه مادر نگرانه و کمک میکنه که بچه بیفته توی مسیر استرسی. مؤسسات آموزشی و کنکوری و غیره هم از این نگرانی مادر سوء استفاده میکنن برای بهره برداری های خودشون. خانواده نگرانه. این رقم اگر درست باشه که گفتن برآورد شده 20000 میلیارد تومان، یعنی نصف بودجه کل آموزش پرورش، خانواده خرج میکنه برای بچه هاش که برن آزمون بدن. 16 تا آزمون در طول نمیدونم برای تیزهوشان، چقدر آزمون های مختلف برای کنکور. این همه استرس نابود میکنه سلامت روانی یک ملت رو. من معتقدم سلامت روانی ملت ایران پایین تر از سطح استاندارده، پایین تر از سطح استاندارد. بنابراین اگر به من بگن که اولین کاری که باید کرد چه کار باید کرد، میگویم که مشق شب و املا حذف، آزمون های مرسومی که هست رتبه‌ای باشد، بقیه آزمون ها باید حذف بشه. یعنی جلوگیری از تزریق سم به روان کودکان ما حتی اگر یک شب هم زودتر صورت بگیره به نفع همه ماست و به نفع آینده کشوره.